و به نظر میاد که رژیم ولی فقیه سعی داره اینگونه هم زندانیان را حذف کنه و هم به جو رعب و وحشت خودش علیه مردم ایران و زندانیان بیفتاد. بله. یکی از اونها که در حال حاضر در شرایط بسیار وخیمی به سر میبره و در آستانه مرگ هست، بازاری زندانی محسن دکمچیست. 6 ماه پیش در زندان اوین دچار سرطان لوز المعده شدند. 4 ماه بازجویان وزارت اطلاعات و همین عباس جعفری دولت آبادی ممانعت کرد از درمان او تا زمانی که در آستانه وضعیت جسمیش به وخامت حادی گرایید، ناچار شدن اون رو به بیمارستان منتقل کنند و اونجا بود که پزشکان گفتند که به دلیل دیر رسوندن ایشون به مراکز درمانی عمل جراحی البته که انجام شد، منتها این عمل دیگه در وضعیت و شرایط این زندانی سیاسی تغییر ایجاد نمی‌کرد. و تأکید کرده بودند که شیمی درمانی این زندانی سیاسی باید پس از 3 هفته، یعنی در حدود 4 ماه پیش به دادستانی و مسئول زندان اوین اینها درمان رو قطع کردن و مجددن برگردوندن، نه تنها برگردوندن به زندان اوین بلکه به زندان گوهردشت کرج، اون هم در بند ایزوله که اخیرا در حدود 2 ماه هست که ایجاد کردن در شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی که بارها بهش اشاره کردیم در گفته های در صحبت های قبلی خودمون قرار دادن و اون رو در شرایطی طاقت فرسا، میدونید که بیماری سرطان دردهای جانکاهی داره، بله، کشندهی داره، بله، و سعی کردن حتی اون داروی تسکین دهنده یا آمپولهای تسکین دهنده رو بارها از اون سلب کنند و خب زندانیان با 2 تا خودش که با این دردهای جانکاه به سر می بود و از اون طرف تمام زندانیان شاهد هم بند خودشون بودن ولی توانایی یا قادر به چیزی انجام کاری براش نبودن که ناچار شدن مدتی رو به در اعتصاب قضا به سر ببرن. در عرض 2 هفته‌ای که گذشته که همسرشون فی الواقع تونسته بود ملاقات کوتاهی کابینی با این داشته باشه، فی الواقع 50% شرایطش وخیمتر شده، یعنی به این منزله که اون دیگه قادر به راه رفتن نبود، برای صندلی چرخدار بود، حتی صحبت کردن به سختی صورت میگیره و با چندین بار خانوادش باید سوال میکردن تا متوجه میشدن بشن که اون چه چیزی رو میگه یا مطرح میکنه. از طرف دیگه به حدی شرایطش حاد بود که حتی قادر به نگه داشتن، یعنی گردنشون قادر به نگه داشتن سرشون نبود و صحنه دردناکی در اونجا ایجاد کرده بود برای سایر خانواده ها که باعث برانگیختن عواطف سایر خانواده ها شده بود، چون که آقای دکمچی تو ملاقات های قبل خانواده ها می دیدن که علی رغم شرایط سختش سعی می کرد که به طرقی روحیه بده و شوخی کنه با اکثر خانواده های زندانیان سیاسی، چه در اوین و چه در زندان گوهردشت. و این نوع دیگری از قتل یا زجر کش کردنه. به هر حال مرحله اعدام دیگه. این خودش اینو شکنجه به شدت وحشیانه و برنامه ریزی شده است دیگه. مسئله فقط این نیست که کوتاهی میشه یا
به عذری و دلیلی اتفاقی و تصادفی از مداوا کوتاهی میشه، اقدام به کمکاری میشه. نه، این کارش برنامه ریزی شده و یک شکنجه خیلی حساب شده و تصمیم گیری شده است. دقیقا برنامه ریزی شده است. خب چه از چه رای بهتر که این آدم رو اینقدر شکنجش بدن؟ به هر حال کسی رو که میبرن پایدار احتمالا 5 دقیقه یا 6 دقیقه به حیاتش پایان میدن. ولی ببینید این زندانی رو 6 ماه به تدریج شکنجه میکنن تا به مرگ زجرکش. بله بله، دقیقا میشه فقط کلمه زجرکش رو بله گذاشت. مراجعات خانوادشون به دادستانی و همین دفتر صادق لاریجانی که اون هم از جنایتکاران علیه بشریت هست و منصوب ولی فقیه در قوه قضاییه، جواب اینه که نهایتا دادستانی است که تصمیم میگیره. عباس جعفری دولت آبادی حاضر به صحبت کردن با این خانواده نیست و تا به حال میگفت وزارت اطلاعات باید جواب استعلام رو به ما بده. و این مسئله اینجاست که در نقطه ای قرار گرفته که غیر قابل برگشت، به خاطر که گفته میشه حتی سرطان به کبدش و قطعا هم به این صحبت سرایت سرطان به کبدش فکر میکنم 3 هفته پیش بود که به سمع شنوندگانتون رسوندید. بله بله. چنین شرایطی حد برای آقای استانجو ایجاد کردن علی‌رغم انسداد 3 تا سگ‌هاش و تا به حال چند بار سکته قلبی باز با عدم درمان مواجهه و کسانی که این گونه بیماری ها بیماری های خطرناکی هستن و میتونه زندانی رو به قطع برسونه، چون که این یک نوع قتل عمده. حذف دیگه، حذف فیزیکی. بله یا قطع. برحال روحای استانلو هست در حال حاضر، رو سعید متین‌پور با همین شیوه و شرایط در زندان اوین، روی علی عجمی دانشجوی زندانی دانشگاه تهران ماشالله حائری و شیر محمد رضایی و قطعا کسای دیگه هم هستن که ما اطلاع نداریم. برحال نشون میده که شیوهی که قبل به کار میبرد الان تشکیل کرده این شیوه رو که حتی منجر به مرگ بشه. بله. این قساوت و ددمنشی واقعا در این رژیم ولایت فقیه حد و مرزی به خودش نمیشناسه کاملا. همچنین ما بنابرای گزارش های مؤکدی که از زندان های مختلف داریم، حاکی از اونه که اینها در حال آماده سازی مقدمات موجی از اعدام ها بعد از تعطیلات عید هست. چنانکه مطلعید اکثر زندانیان عادی یا زندانیان سیاسی فیلواقع علاوه بر حکم اعدام، حکم شلاق هم به اونها داده میشه. به خصوص زندانیان عادی، زندانیانی که قربانیان این رژیم هستن و وقتی احکام شلاق را اجرا میکنن دیگه اون آماده است برای اجرای حکم اعدام و حتی هم در گفته هاشون به بعضی از این زندانیان عنوان کردن و ما لیستی در حال حاضر در دست داریم از زندانیان سیاسی که احکام اونها تایید شده، مثل عبدالرضا قنبری معلم زندانی، جواد لاری بازاری زندانی، محسن دانشپور و علی زاهد، حسن سیسختی، سعید ملکپور و حمید قاسمی. اینا زندانیانی که
همه اونها در حال حاضر در بند 350 و تمامی این افراد حکمشون در دادگاه در تجدید نظر و دیوان عالی تایید شده و هر لحظه میتونه به اجرا درآورده بشه و به نظر میاد که بنا به شرایطش قصد داره اون رو، اینها البته همه تسلیمات سیاسی که تو چه نقطه‌ای به کار بره، ولی شواهد و دلایل در رابطه با زندانیان عادی همه حاکی از این است که پس از تعطیلات عید یک موجی از اعدام‌ها رو در پیش خواهیم داشت. ولی خودشون هم عمدن این صحبت‌ها رو مطرح میکنن، توسط مامورین اطلاعاتیشون هم پخش میکنن. یکی از بزرگترین علتاش هم همین چهارشنبه سوریه که ایجاد ترس و وحشت کنن که مردم شرکت نکنند. یکی دیگر هم این که اون تهدیدها باز نشونگره اینه که وقتی اون رادان سردار در نیمه شب با اوباش فاتح کوی دانشگاه و شکنجهگر کهریزک میگه که کسانی که چهارشنبه سوری دستگیر میشن تا پایان سال در زندان خواهند بود، که نشان وحشت و ترس و حراس بی اندازه رژیمه، در کنارش هم این چیزها رو هم تبلیغ میکنن که باز مردم رو بیشتر بترسونند. و البته اعدام ها تا وقتی که این جنایتکارا هستند خواهد بود و سعی خواهند کرد با این حربه ها ایجاد ترس و وحشت و حراس بیشتری در جامعه بکنند، به ویژه در لحظات حساس و اون برهه هایی که احساس ناامنی میکنند و احساس سرنگونی، مطمئنن از این بیشتر استفاده خواهند کرد، چون از جنایتکار بیش از این توقعی نیست. بله دقیقا، به هر حال به هر شکل و شمایل، خب هدف همه اینها ایجاد رعب و وحشت و ممانعت از این که مردم ایران به حقوق خودشون رو به دست بیارن. و خب این موج یا این موج رعب و وحشتی که سعی در ایجادش سالها بودن در هم شکست داره، تا حد زیادی مردم دیگه مرعوب این شرایط نخواهند شد. دقیقا نمونه روشن اینا رو الان هر کی میخواد ببینه قذافیه. قذافی یه کپی از ایناست، اون حرفایی که پسرش میزنه، اونا میگن بن لادن، اینا دارن اینجا انقلاب میکنن و مردم شدن حالا همه بن لادنی و از این لاتایلات مبتذلاتی که این اومن اوباش میگن، اینا میگن آمریکایی ها میخوان تو ایران این کار رو بکنن، چهارشنبه سوری برگزار کنن. و شانس هم دارن، یه مش رادیو تلویزیون لس آنجلسی هم داریم که همگام با بی بی سی و رادیو فردا یا صدای آمریکا، از اون طرف هم داریم صدا و سیمای خامنه ای، اینا بر مخالفت با حرکت های مردم همگام و همراهن. دقیقا، به هر حال این بحثیه که ثابت شد و چند بار اثبات کرد و همینطوری که تو صحبت همون بود، 25 بهمن گواه بزرگیه که مردم ایران مرعوب این شرایط نمیشن، نخواهند شد. دقیقا. و تا رسیدن به حق و حقوقشون لحظه آرام نخواهند شد. و خب چهارشنبه سوری که در پیش داریم این رو بیشتر اثبات خواهد کرد. دقیقا. فقط ان رادان و یا امثال هم به هر حال دستش آغشته به خون مردم ایرانه، همون کسیه که تو کهریزک شکنجه میکرد و دستور قتل پاکترین جوانان این میهن را داد یا مورد خانه و جاهای دیگه، و خوب میدونه که فردا باید جوابگوی این رضایات، حالی که به خاطری که در مقابله عدالت مردم ایران قرار نگیره، سعی میکنه اون نیروهای انتظامی با صرف هزینه های مالی و غیره خودش و ولی فقیهش رو حفظ کنه. و از این طریق البته نمونه بارزش هم که به درستی فرمودید همون قذافی است تو این شیوهی که هست. حتی نظامی ها پس از اینکه پی بردن که در کنار صفوف مردم و دفاع از مردمشون باشن، بهتر تا به یه دیکتاتوری خونریز و صفاحی که حرفش جز گلوله و شکنجه و
دار و غیره نیست قرار نگیرند